لذا تو از شجر خرد تعبیری که مرحوم علامه در المیزان میکند که قابل رجوع برای کسانی که اهل تحقیق بیشتر هستن دارد که وقتی از شجر خرد بدت لهما سوءاتهما، این سوءات عورت آشکار شد براشون. شما حیوان رو تصور بکنید، حیوان عورت دارد اما برای خودش قبیح نمیبیند. بله. چرا؟ چون اصلا این توجه به این مسئله براش توجه به اصطلاح ویژه‌ای نیست، بهش فکر نمی‌کنه، یعنی دست و پا براش با اون مسئله تفاوتی نمی‌کند. این ویژگی انسانه که نظام روح دارد، میداند که در حقیقت اعضا و جوارح، بعضی اعضا و جوارح مخفی هستن، بعضی علنی هستن. لذا این فهم این مسئله، فهم این تو بهشت محقق شد با اون نظام روحی. لذا تا این بحث آشکار شدن این شد، آخرین مرتبه کمال این که با توجه پیدا میکرد خوردن مرتبه نباتی انسان بود که انسان میخورد مثل نبات که خوردن داره. بله. رشد میکنه. نبات یعنی درخت مثل گیاهان، اما انسان مرتبه حیوانی هم دارد، چون این را هم شامل میشه، انسان این مرتبه را هم دارد. مرتبه حیوانیش همون چیه؟ همون توجه به زاد و ولد و توجه به نسل است که ادامه پیدا میکند که نمادش میشه همون بدت لهما سوءاتهما، که سوءات آشکار شد برای اینها. تا این توجه محقق شد که آدم به این مرتبه که رسید، تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، که خودش خواست بپوشاند. این مسئله رو یافت، یعنی یافت، یعنی یه نظام روحی در تعلق به بدن، این مسئله براش مشهود شد که حالا در حقیقت یه عیب‌هایی است که باید اونا رو بپوشونه، دیده نشه. قبح مسئله که بعضی از این قبح مسئله رو که فهمید و خواست بپوشانه، خیلی نظام انسانی به کم. لذا پس از این بلافاصله هبوط محقق میشه. پس ببینید، کودک تو کودکی، ابتدای کودکیش این قبح رو ادراک نمی‌کنه. بله، اشاره فرمود. بعد کم کم این محقق میشه. تو نظام حیوانی این قبح اصلا محقق نمیشه. فرزند انسان هم تا مرتبه حیوانی رو داره طی میکنه، این قبح رو نمییابد. کم کم به مرتبه انسانی که میرسه این قبح براش آشکار. ببین اینا خیلی زیباست در قرآن. یعنی توجهات خیلی لطیفه تو نظام تربیتی که هر کسی نسبت به این قبائه پوشندگیش و طریقت پوشانندگیش بیشتره، انسانیتش بالاتره. و هر کسی که تو این نظام اوریانیش و اوریان کردنش بیشتر باشه، تو روح درک نکرده، بدنش قوی تره. بله. توجه روحش اولا تو مرتبه بدن. این میشه هبوط. یعنی هبوط مرتبه این است که انسان روحش بیاد در خدمت بدن قرار بگیره، روح رو در بدن خلاصه بکنه. ولو اینکه اینجا هم باشه، هبوط محقق شده. دو، هبوط مکانتی شد، از جایی به جایی نبود. هبوط این بود که انسان از اون مقام قرب توجه میکنه. توجه به بدن فی نفس بد نیست، اما برای چی؟ برای اینکه انسان حرکتش رو آغاز بکنه.